همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو با ماست تا این موضوع رو به بحث بذاریم. مراد، بسیار عجیبه، شورای امنیت کشور چرا دستور داده به صدا و سیما که این خبر سانسور بشه؟ اساسا شورای امنیت کشور چه نهادی، از چه جایگاهی این دستور رو به صدا و سیما داده؟ شورای امنیت کشور با وجودی که نقش مهم و روزانه‌ای در سرکوب اعتراضات و سرکوب مردم معترض در ایران داره، ولی کمتر شناخته شده است. ما یه شورای عالی امنیت ملی داریم که رئیس جمهور، رئیس سران سه قوه، وزیر خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، زیر مجموعه اون یه شورای دیگه وجود داره به اسم شورای امنیت کشور که رئیسش وزیر کشوره. اون 24 ساعته رصد میکنه اوضاع امنیتی رو و در واقع سرکوب مردم معترض و سانسور اینها به دستور اون شوراست. رئیسش وزیر کشوره و دبیرش هم مجید میرحمدی از فرماندهان سپاه. در واقع این شورا اومده موقعی که انفجارهای کرمان بوده، دستور داده به رئیس صدا و سیما و معاون سیاسی صدا و سیما که خبر زیر نظرشه که شما چرا دارید خبر رسانی میکنید درباره انفجارهای کرمان؟ غافل از اینی که امروزه شما موقع یه خبر میاد تو شبکه‌های اجتماعی، همه مردم موبایل دارن و این خبر ظرف یه دقیقه همه جای کشور پخش میشه. اونا چون همینجوری که مدیر صدا و سیما میگه تفکرش قدیمی و سنتی از امنیت، فکر کرده مثلا زور بگه به صدا و سیما میتونه جلو خبر بگیره. ممکنه به صدا و سیما زور بگن، ممکنه به روزنامه زور بگن، ولی شبکه‌های اجتماعی رو که نمیتونن جلوش بگیرن. این رو هم من اضافه کنم، یک سگانه‌ای وجود داره در قرارگاه سارالله تهران، شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور، که 5 تا فرمانده ارشد سپاه اونجا هستن و تمام تصمیم گیری ها راجب سرکوب در سراسر کشور و مخصوصا تهران اونو انجام میدن. در وزارت کشور خود وزیر احمد وحیدی از فرمانده با سابقه سپاه است، مجید میرحمدی که این دستور رو داده دبیر شورای امنیت کشور که معاون امنیتی انتظامیه، و سوم یه سردار دیگه هم شاه چراغی که اون مسئول انتخابات معاون سیاسی وزیر شده. اون ور تو قرارگاه سارالله سردار حسین نجاته که 10 سال فرمانده محافظه خامنه‌ای بوده در سپاه ولیعم، و ذیل سومش هم شورای عالی امنیت ملی دبیرخانه‌اش که الان علی اکبر احمدیان. هر 5 تا فرمانده ارشد سپاه و ایناست که راجع به سرکوب‌ها و سانسورها تصمیم می‌گیرن. مهمترین پرسش اینجاست که چرا شورای امنیت کشور دستور خبر سانسور خبر به این مهمی رو میده؟ خب چون با آزادی بیان مخالفن، با آزادی تشکل مخالفن، با آزادی تجمع مخالفن و با آزادی رسانه مخالفن. فکر میکنن میتونن جلو خبر رو بگیرن. اصلا علت این که من و شما الان اینجا نشستیم مال این که اونا فکر میکنن میتونن جلو خبر رو بگیرن، روزنامه رو در ایران بستن، من و شما اومدیم خارج از کشور. آیا تونستن جلو خبررسانی رو بگیرن؟ نه. تفکرشون یه تفکر قدیمی و سنتیه که با عقل و منطق امروز رسانه نمیخونه. یعنی فکر میکنن میتونن جلو خبر رو بگیرن. خبر رو کسی نمیتونه جلوشو بگیرن. بله میتونن به صدا و سیما که مال خودشونه دستور بدن که آقا این خبر رو پخش نکن، ولی اگه صدا و سیما اون خبر رو پخش نکنه، بلایی سر صدا و سیما میاد که همین امروز اومده اعتبارش. یعنی مردم دیگه اعتبار صدا و سیما رو به ما رسانه حرفه‌ای نگاه نمیکنن و بعد خودشون هم موقعی که میشینن میگن چرا رسانه‌های خارج از کشور موثرن، چرا مخاطب دارن، چرا مردم گوش میکنن، حاضر نیستن به جوابی که خودشون هم میدونن برسن. و اون جواب اینه که اگر شما به صدا و سیما دستور میدی، به روزنامه‌های داخل دستور میدی که خبر به این مهمی رو کار نکنید یا اونجوری که ما دلمون میخواد کار کنیم، معلومه که رسانه‌های داخل کشور از اعتبار میفتن. شما میتونی جلو صدا و سیما رو بگیری، جلو بقیه رسانه‌ها و جلو موبایل‌های مردم رو که نمیتونید بگیرید. سپاسگزارم از شما.